با درود به همه شما بینندگان عزیز ایران فردا، یه بار دیگه هم اجازه بدید نوروز رو تبریک بگم. به هر حال تو این روزا ما هر لحظه در خانه شما میایم، تبریک نوروزیمون رو باید بگیم بهتون. حضورتون عرض کنم که آرزو میکنم، یعنی امیدوارم تا الان خیلی بهتون خوش گذشته باشه، سر به هم زده باشید. خونه پدر بزرگ، مادر بزرگ اگه هستن، اگه نیستن بر مزارشون به دیدار پدر و مادر عزیز، اگر نیستن با یادشون، خواهر و برادر، خاله دایی، همه اونایی که من در حسرتشون هستم و یکان یکان میروند و با خاطرشون فقط زندگی میکنم، برید بدیدنشون. به بچه هاتون عیدی بدید حتما. اما بچه های عزیز، فشار به پدر مادر نیارین. دوباره میگم براتون، پدر مادر هر چه دارن مال فرزندانشونه، نذارید احساس بکنه که خجالت کشیده. دوستی اون روز به من میگو بگو الان کامپیوتر که بچه ها همشون میخوان، یک قیمت ها بالای 3-4 5 6 میلیون میره تا 20 میلیون. خب سخته، به سبکترش رضایت بدید. یه همکار من هومن میاد میگه ما یه دستگاه اینجوری هم میخوایم. میگم حالا خود سبکترش کن. میره بالا سبکتر میکنه میاد، میگم حالا بازم میشه سبکترش کن. حالا پدر مادرم همینجوری خود باشون رابیه. اولا چند تا موضوع رو بذارید بگم. یکی این که من براتون گفته بودم من یه معلمی داشتم، معلم مدرسه‌م نبود، پدرم او رو به عنوان معلم سرخانه گرفته بود، من کلاس هفتم بودم، که عربی به من بیاموزد و شیوه و روشی داشت که به قدری در زندگی من مؤثر شد که من تا امروز و تا پایان عمر مدیون او و پدرم هستم. البته معلم‌های دیگه‌ای هم داشتم، مثل دکتر سرفراز عزیز که یاد و نامش گرامی باد، مثل رادمنش عزیز، دکتر رادمنش، و این آقا سیف هم ما از نوع دیگری بود، قد کوتاهی داشت، ملایی که عمامه و لباس رو به دور انداخته بود چون از تزویر و ریا بیزار بود. اول خیابون دانشکده پلیس خونه کوچکی داشت، فرزندان عزیزی و محبت کرده بود. دختر او به من تلفن زده بود و پیامی گذاشته بود. سپاسگزارم از شما. آن کتابی که از آقا سیف در آن یاد کردم دوتاست، یکی خاطره مرحوم ابویه که گمان نمی‌کنم پیدا بشه، سالها پیش چاپ شده و دیگه نیست، و دیگری ما بچه‌های خوب امیریه که جستجو بکنید توی گوگل هست، برید اونجا تو ای بی و کتاب رو میتونید اوردر بدید و دریافت کنید. سپاسگزارم از تلفنتون. یکی دیگه که حالا باز باید بهش اشاره بکنم، اینجا من یادداشت کردم، دوستی که تلفن زده بودن در رابطه با اشاراتی داشتن به موضوع شجره طیبه، اون سه برنامه ویژه. اون سه برنامه ویژه حک و اصلاحاتی داره که انجام خواهم داد. خیلی سریع اون برنامه رو درست کردم. ممکنه یه جاهایی که یکی دوتاش رو در همون زمان درست کردم. یه توضیح این دوستمون دادن که حتما این کار رو خواهم کرد. دوست دیگری هم از اون سرزمین نازنین کرمانشاهان با من تماس گرفته بودند که من با فرزندشون حتما تماس اینجا خواهم کرد. بریم سخنان پر از لطف شما رو بشنویم. با سلام آقای نوری‌زاده، خواستم بگم که این انگشتری که میکنی دستتون بیشتر از 50 تا هم برازنده تونه. با تشکر از برنامه خوبتون، لطفاً پخش کنید. سپاسگزارم عزیزم، پخشم کردیم. من هیچ آداب و ترتیبی نجو، یعنی واقعاً من هیچ نوبت و اینا بعدم گوش نمیدم. همکار من گوش میده ولی من نم. نوبت شنونده بعدیمون، بیننده بعدیمون. آقا با سلام.
میخواستم ببینم یه نفری هست در تلویزیون شما یا در جایی از گروه به اصطلاح مخالف که به ما بگه آیا ایران دارای بمب اتمی هست یا نیست؟ آیا این 6 تا بمب اتمی که در به هم ریختن روسیه از اوکراین گم شد دست ایرانیا هست یا نیست؟ دوست عزیزم، چرا دولت آمریکا و حکومت‌های به اصطلاح اروپایی چشم روی چشم گذاشتند تا ایران تمام نیروگاه‌های اتمی رو بسازه، با وجود اینکه خودشون می‌دونستن دستشون توی کار بود؟ خود سازنده ها رو ما میشناسیم، خود ما هم در ساختمان شرکت کردیم، پس در جریان هستیم، میدونیم راجع به چی صحبت میکنیم. دوست من، اولا ایران بمب اتمی نداره، اون 6 تا بمبی هم که گم شد پیدا شد، نیروگاه اتمی هم بمب نیست، اما چون از اول دروغ گفتن و دنبال بمب اتمی بودن اینقدر دنیا باهاشون سخت تعامل کرد. اروپایی‌ها و امریکایی هم نمیدونن اینا در چه مرحله‌ای بودن، به مرور یاد گرفتن، به مرور آقای معاون وزارت دفاع عسکری که پناهنده شد و همینطور دانشمند اتمیمون که رفت امریکا و میلیون ها دلار گرفت و بعد پشیمون شد برگشت ایران، حالا انداختن زندان، اینا اسرار رو کشف کردن و در نتیجه اردشیر و حسین پور رو کشتن چون حاضر نبود تو برنامه اتمی اینا شرکت کنه و یه عده‌ای هم خب کشته شدن که متهم کردن اسرائیل یا امریکا پشتش بودن. ایران بمب اتمی نساخته، اما مسیری که داشت میرفت بعد از غنی کردن اورانیوم به 20% و همینطوری مرحله به مرحله برن تا به 90% برسن، این امکان رو پیدا میکردن که سلاح هسته‌ای بسازن. الان کاری که این قرارداد کرده، زمان دوباره برگشتن و دوباره دست زدن به این کارها رو طولانی کرده. ژاپن، کره جنوبی، برزیل، اینا همه دانش ساخت سلاح هسته‌ای رو دارن، امکاناتش هم دارن، اما این کار رو نمی کنه. جمهوری اسلامی داشت به این امکانات دست پیدا می کرد، جلوش رو گرفتن و این رو باید ما خوشحال باشیم، چون سلاح هسته‌ای این سلاح مرگبار دوای درد ما نیست. دوای درد ما داشتن یک حکومت سالم، مردمی، مردم سالار و حاکمیت ملی است، اعمال حاکمیت ملی. هموطن بعدی، سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی کارکنان شبکه ایران سر. سلام عرض میکنم خدمت تمامی کارکنان شبکه ایران فردا، علل خصوص جناب آقای دکتر نوری‌زاده. من میخواستم برنامه تلفنیشون سر من پخش بشه. سلام جناب نوری‌زاده، من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی به شما علاقه دارم، برنامه پنجره روی خانه پدری رو هر روز نگاه میکنم و همشون هم ضبط میکنم برنامه ها رو و به دوستام هم میدم که دسترسی به این کانال ندارن. من یه میخواستم چیزی رو بگم. من و مادرم تنها زندگی میکنیم، یه حقوق ناچیزی از حقوق پدر خدا یا مرزم میگیریم. من هم خودم مریضم، هم مادرم، ماهی نزدیک 1,000,000 تومان هزینه درمانمونه. پیروز مادرم رفته دکتر بهش گفته باید بری آنژیوگرافی بشی، چون مادر من ریه‌اش هم مشکل داره. دکتر برفت بیمارستان که برای آنژیو گفتن که این ماده که قبل از آنژیوگرافی باید به تزریق کنیم برای ریه‌ات ضرر داره، پس تو نمیتونی آنژیوگرافی بشی، باید سیتی آنژیو بشی. بعد رفت دنبال سیتی آنژیو، رفت بیمارستان قبل بهش گفتن از این دستگاه 2 تا دونه بیشتر تو ایران نیستش، بهش وقت دادم برای 4 ماه بعد. من اینجا میخوام بگم آقایونی که 2 تا دست از اینا تو ایران گذاشتید، به جای اینکه برید توی جنوب لبنان، به جای اینکه برید توی غزه، به جای اینکه برید توی فلسطین، به جای اینکه برید توی اونجا خونه سازی، شهرک سازی، بیمارستان سازی بکنید، به جای اینکه به اونا پول بدین، به جای اینکه برید توی آفریقا و آمریکای لاتین پول خرج کنید برای شیعه کردن اینا اون، بیایید به مردم خودتون برسید. 2 تا دونه این دستا نباید توی ایران بیشتر باشه. چرا؟ برای چی؟ اومدیم اگه تا 4 ماه دیگه که نوبت مادر من شد زبونم لادیه برای سرش بیاد دنیا به خدا نکنه به کسای دیگه، چرا آخه؟ الان باید تو هر بیمارستان قلبی حداقل یه دونه از این دستگاه باشه.
سلام. بعد حالا بماند بند خدایی که از شهرستان میان تو گرفتاری میکشن، به جای اینکه این همه پول خرج کنید برای اونا، بیایید بغل هر بیمارستان یه مسافرخونه بزنید که اینایی که از شهرستان میان آواره نشن توی کمره جوب بخوابن خانوادهشون. خیلی ممنون، خیلی برنامه خوب و آموزنده‌ای دارید. خیلی تشکر میکنم از اطلاع رسانی های خوب دقیقتون که ما رو آگاه میکنید. خیلی دوستتون دارم. ممنونم. ممنونم عزیزم. برای شما و مادر عزیزت آرزوی سلامتی میکنم. راست میگه عزیزم، رژیم جمهوری اسلامی دو تا دستگاه دیالیز آکبن از طریق داماد آقای گلبدین حکمتیار برای بن لادن فرستاد. وقتی بن لادن زنده بود، جمهوری اسلامی برای جنوب لبنان برای طرفداران حزب الله مدرن ترین بیمارستان ساخته، البته سلاخونم ساخته برای تربیت آدم کش، از این کار هم کرده. ولی مردم ما، میگم کشور اشغال شده ایم عزیزم، اشغالگر کاری به کشور اشغال شده نداره. اغلب اینا به ما به عنوان افرادی که تحت اشغالن نگاه میکنن، بنابراین دردی نداره که تو درد میکشی یا مادرت. شاید اینا رو میگیم به غیرت بعضی هاشون بر بخوره، گوین که اینا دیگه نه دین دارن نه غیرت. هموطن بعدی. الو، بار دیگه بابت مزاحمتون میشم. من دو دفعه از آقای نوری‌زاده خواهش کردم که تولد پدر ایران رو تذکر بدن، یادآوری کنن، این روزای مهم رو یادآوری کنن. اون روز گفتن که ما سوم اسفند رو گفتیم، دستشون در نکنیم. من از آقای نوری‌زاده خیلی متشکرم که دیروز یادآوری کرد پدر ایران رو. ولی آقای نوری‌زاده فقط روزه بدبختی ما رو یادآوری میکنه، اما این روزه رو یادآوری کنین جوونا بدونن بفهمن که روزایه، چون تکرارش از خاطره ها میره. من واقعا یه گلایه کوچیک ازشون دارم. من دو دفعه خدمتتون زنگ زدم، نمیدونم چرا توجه نمیکنن. خیلی بانوی گرامی، پس شما توجه نکردید. من گفتم ما تقریبا روزی نیست که درباره رضا شاه بزرگ صحبت نکنیم. در هر برنامه مناسبتی باشه من میگم. همین امروز برنامه، دیروز بیروز برنامه آقای اسداللهی پخش میشد، چقدر زیبا به این مسئله پرداخت، به اون مستندی که فیلمی که ساخته بودن، سریال که رضا شاه میره و متولی قوم رو میزنه. اسداللهی خیلی قشنگ بیان کرد ما همه گاه رضا شاه رو، این مرد بزرگ رو، بزرگ میدونیم. و حالا اگر روز تولدش احتمالاً بهش اشاره نشده، فقط اونو نچسبید، کل برنامه‌ای رو ببینید که در رابطه با این شخصیت بزرگ تاریخ معاصر ما صحبت می‌کنیم. سپاسگزارم از تذکرتون. هموطن بعدی. ایراد آقای چالنگی اینه که جمله بندیات ضعیفه، از کلمات فاخر نمیتونه استفاده کنه، برای همین بیننده ها میگن میپره هر وسط حرف مهمان ها. یکی هم آن سوی خبر از افعال گذشته استفاده میکنه، مثلا میگه رفسنجانی گفت، در حالی که روزنامه امروز رو میخونه میتونه بگه رفسنجانی میگوید. این دوتا رو عرض داشتم. خیلی ممنون دوست من. یه بار دیگه هم شما تلفن کردید، اتفاقا در مورد آن سوی خبر، در مورد آقای ماشال عباس‌زاده فرمودید که نوع جملات و فعلای خاصی رو به کار میبره، ماضی بعید به کار میبره. این که گفت رفسنجانی گفت، روزنامه امروز هم باشه اشکالی نداره به نظر من ولی هر نویسندهی سبک و سیاقی داره. جمشید چالنگی یک نویسنده قدیمی و سرشناس و با سبکه، اولا در طنز واقعا صاحب سبکه، در مسائل جدی هم همینجور. و این که نمیدونم فقر کلام یا کلام داره اصلا درست نیست. او سالها در زمینه رادیو تلویزیون، ادبیات، هنر، فرهنگ کار کرده. سبک و سیاق رو شما نگیرید. در یه برنامه‌ای که ایشون سوال داره میکنه درباره مسائل روز،
انتظار نداشته باشید متن ادبی بخونه که مثل کلیل و دمنه باشه. در هر حال تذکرات شما همیشه برای ما موثره. گاهی اوقات آدم متوجه میشه که آره داره اشتباه میکنه. من ایمان دارم جمشید چالنگیم از انتقاد استقبال میکنه. ولی اینکه مدل گفتنم آدم میتونه خود تغییر بده. امروز به یکی از همکارانم میگفتم که آدم در واژگانش میتونه کلامی رو به کار ببره که اون برنامه ساز، اون نویسنده، اون پرزنتر، مجری به دلش بنشینه. ولی آدم وقتی با عصبانیت آقا این دوچار فقر کلمه هم هم چیزی نیست، اگر یه روزی ایشون یه برنامه ادبی برای شما بده اون وقت میدید اصلا فقر کلمات نداره. هموطن بعدی آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، سلام بر شما. امیر هستم از انگلستان. برنامه روز سه‌شنبه شما رو دیدم، متأسفانه با آقای هوشنگ امیراحمدی مصاحبه داشتید، یکی از طرفداران سرسخت جمهوری اسلامی. چون من تعجب کردیم واقعا، متأسفم که شما هم ایشون رو نشناخته بودیم زمانی که آقای سعید قائم‌مقامی همون لحظه فریاد می‌زد در مورد چهارشنبه سوری مبارزه و شما داشتی با ایشون مصاحبه می‌کردید. خواهش می‌کنم این صحبت من و این پیام من رو از تلویزیونتون پخش کنید و دلیل دارید حتما با آقای هوشنگ امیراحمدی می‌شید مصاحبه می‌کنید. واقعا که جای تأسف. خوش. علاوه بر ایشون دوست دیگری با تکس مسیج برای من یه مطلب خیلی مفصل نوشته بودن علیه آقای امیراحمدی و بعد بله دیگه من از شما ناامید شدم. یعنی 40 سال زندگی و مبارزه و 36 سال با جمهوری اسلامی با یه مصاحبه آقای امیراحمدی به باد رفت. ما خیلی دچار گرفتاری مزاجی هستیم، چنان یه دفعه با یه مویز سردیمون میکنه، گرمیمون میکنه و با یه غور سردی که اصلا متوجه نیستیم. بعدم اون چه دلمون میخواد میشنویم. اولا چه اشکالی داره با آقای امیراحمدی حرف زدن؟ ایشون جز مهمانان دائمی تفسیر خبر هستن، به لندن اومده بودن، من باشون حرف زدم. آقای امیراحمدی چی گفت؟ یک، آقای امیراحمدی انتقاد کرد از اینکه جمهوری ولایت فقیه ایران رو که مهد نوروز بوده با بیتوجهیاش کرده یکی از کشورهایی که نوروز رو جشن میگیره. ایشون به خانم اوباما انتقاد کرد که در پیام نوروزی اصلا به ایران توجه نداشته. ایشون در مورد مذاکرات اتمی حرفای بسیار جالبی زد، بسیار حرفای جالبی زد. گفت در این متن اینو هیچ کی تا حالا نگفته بود، کلمه ایران رو گذاشتن، یعنی ما رو تا 100 سال دیگه مقید به این میکنن. جمهوری اسلامی نذاشتن که اگه رفت و اشاره هم کردن ما بعد از جمهوری اسلامی هم میخواییم زندگی کنیم. بعد دوست من، چرا ما آدمها رو ور میداریم سریع یه مهر خائن مهر خادم؟ اگر فریاد بزنیم خادمی، اگر فریاد نزنیم خائنی. اینجوری نیست برادر من. آقای امیراحمدی مورد انتقاد خود من قرار گرفت برای اینکه خیلی خوشبین بود، الان دیگه نیست. آقای امیراحمدی فکر میکرد تحولاتی در ایران صورت خواهد گرفت، رفت از جلو تجربه کرد، فکر میکرد میخواد بره اونجا، حالا رئیس جمهورم نمیشه اجازه میدن تو این مسابقه شرکت بکنه. نه تنها اجازه ندادن، بلکه مطالبی که حسین بازجو و دیگران در موردش نوشتن بسیار توهین‌آمیز بود. ولی به هر حال این آدم 20 و اندی ساله دنبال اینه که روابط ایران و امریکا برقرار بشه. انتقاد دادیم، میاریم اینجا میشونیم و ازش سوال میکنیم. این صدرم داره که بدترین انتقاد دارم ازش بکنی جواب میده. یه مقدار ما از این حالت قضاوتهای آنی دست برداریم. اگر کسی به ایران رفت و اومد خائن نیست حتما، اما اگر کسی رفت عامل رژیم شد و برای رژیم کار کرد، آدم لو داد، میگیم خیانت کرد. میلیون ها ایرانی در خارج از کشورن، صدها هزار تن از اینا میرن ایران و میان، من و شما هم نمیفهمیم، میرن میان. اتفاقا یه حرفی شنیدم چندی قبل که مهرداد آسمانی در برابر این سوال که
آقا این ایران این هنرمندا دارن میرن ایران و اینجوری میکنن. گفت آقا هیچ اشکال نداره، ایران وطن ما. حرفی که مهدی خان بابا تهرانی میزد، دو نوع میرن وطن، یه نوع میرن وطن میان با شهامت مثل هوشنگ توزیع میان میشنن میگن آقا ما رفتیم ایران، مادرمون میخواستیم ببینیمش، کسی هم پیدا شد محبت کرد، رفتیم و رفتیم و برگشت. اما یکی میره و یواشکی بعد اونجا گیر میفته و وقت ناچار لو میره. اینا هم هست. به وطن رفتن جرم نیست، در وطن چه کردن مهمه. آقای امیرحمدی 4 سال دیگه ایران نمیره، چون میدونه دیگه اونجا جای مناسبی براش نیست. بره ممکنه دوچار مشکلات اساسی بشه. فرهنگی که بر اون جامعه حاکمه، بر اون فرهنگ اون حکومت، در تعارض با امیرحمدی. خیلی هم دوست داره وقتی غذاشو میخوره یه لیوان بردو هم نوش جان کنه. این دوتا با هم در تضادن، اول از فرهنگ و مسائل دیگه. آقای امیرحمدی با تریتا پارسی فرق داره، که او یک پارسی زرتشتی میره سینه برای رژیم میزنه و نمونه های دیگه در برابر امتیازاتی. امیرحمدی چه امتیازی گرفته؟ خلاصه میخوام بگم من دفاع از امیرحمدی نمی کنم. خودش ماشاءالله زبان بلندی داره که میتونه از خودش دفاع بکنی یا نکنی، ولی حکم صادر نکنیم آقا این خیانت تموم شد، اصلا به خاطر اینکه اینو آوردی من دیگه با تلویزیون تو قهرم. خب چیکار کنم؟ آدمی که اینقدر عصبی مزاجه من چیکارش بکنم؟ اینجور آدم ها رو خط قرمز روشون نکش، یه خود عدالت و انصاف داشته باشی، دقت کنیم چی گفته. خیلی ممکنه این حرفاشو گوش بده، این که پدر خودشو در آورد، این که دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه بره. ممنونم ازتون، مرسی. هموطن بعدی. من خیلی خوشحال هستم از تلویزیون ایران فردا. یه خواهشی از تلویزیون ایران فردا دارم، چه یه برنامه‌ای در خصوص حقوق کارمندان دولت بگذارن. خواهش میکنم چه این را حتما در برنامه تو بگنجایید. با آقای نوری‌زاده عزیز که واقعا ما مدیون ایشان هستیم، خواهش میکنم یه برنامه در خصوص کارمندان دولت بگذارن. ممنون شما هستم، شب شما بخیر. حتما هموطن عزیزم این کار رو میکنیم و من از آقای دکتر فربخش خواهم خواست اصلا یه برنامه ویژه در این زمینه بگذارد و این زنج و دردی که کارمند دولت داره میکشه با این درآمدهای بسیار محدود، هزینه های سنگین، خانواده و فرزند و جوونه چجوری ادارش بکنه. پدری که با یه حقوق محدود باید اجاره بده خانوادهش رو بچرخونه. میدونم، چشم عزیزم، حتما وظیفه من این کارو بکنم. هموطن بعدی. سلام، من از تهران زنگ میزنم. در برنامه کوچ ایرانیان آقای لیمونادزاده اشتباه فرمودن، تاریخ ولادت شادروان دکتر محمد مصدق 29 اردیبهشت و 14 اسفند 1345 هم سال روز وفات ایشان است. برنامه شون رو از این حیث اصلاح بفرمایند. خداحافظ. بله دوست عزیزم، آقای لیمونادی و نه لیمونادزاده، اما بسیار ممنونم از تذکرتون. حالا بذارید یه چیزی بگم، شاید خودم خنده دار باشه. بنده اومدم در برنامه اون روز به عنوان 14 اسفند سال روز خاموشی زنده یاد دکتر مصدق رو اشاره کردم و تصویری هم از ایشون بود و یادی کرد. بعد برنامه آقای لیمونادی رو دیدم، گفتم ای داد من اشتباه کردم. بدو اومدم پایین به رامین گفتم این یه تیکه رو من کلمه‌شو تبدیل به تولد میکنم تو تغییرش بده. رامینم این کارو کرد و به آرشم گفتیم در لوپ بعدی اینجوری بذار و برنامه رو حالا
بنابراین شما چوب هم به من زدید و هم به آقای لیمونادی، و معلوم شد که من دیگه نباید به آقای لیمونادی گوش بدم. که اون شب من خیلی ناراحت شدم، گفتم ای داد، من تولد رو گفتم، وفات بسیار کار بدی کردم. خلاصه مرسی، ممنونم از این حضور ذهن و از این دقت. همیشه با ما همینجوری باشی، چون واقعا کار سنگینی دوست من. گاهی اوقات آدم تولد و وفات رو جا به جا میکنه. هموطن بعدی. من در پدرخانه‌ام توی ایران زندگی میکنم، من از کانادا زنگ میزنم. الان با من تماس گرفتن توی شمال ایران، گفتن از موقع که برنامه‌تون رفته روی یاسد خیلی مشکل دارن، یعنی اصلا تصویر خیلی بد است و قابل دیدن نیست ظاهرن. خواهش کردن اگه ممکنه رو همون ماهواره قبلی اگه امکانش هست بمونید. خیلی هم بهتون سلام رسوندن، از بینندگان پرپاقوس شما هم هستن. آقای نوری‌زاده خیلی سلام برسونین. خدا سپاسگزارم دوستم. ما روی یاسد نرفتیم هنوز، ما هنوز روی یوتلسات هستیم. یه دوره آزمایشی داشتیم، هنوز نرفتیم روی یوتلساتیم و اطمینان بهتون میدم هر جا هم بریم روی یوتلسات میمونیم، چون یوتلسات پوشش ما رو در اروپا، خاورمیانه، در خیلی جاها میده و حیفه که او رو از دست بدیم. و در ایران هم الان اینجور که به من خبر میدن خیلی بهتر شده. شاید ال‌ام‌بی‌تون دوچار اشکاله، ولی ما هنوز روی یوتلسات هستیم. هموطن بعدی. الو، سلام آقای نوری‌زاده، من ایمان هستم، از تهران تماس میگیرم. البته من تورنتو زندگی میکنم، ولی الان برای مدتی به تهران اومدم. قربان، من تلویزیون شما و شخص شما رو خیلی خیلی دوست دارم و خواستم این مورد رو به شما فقط اشاره کرده باشم که در ایران مردم بیشتر ماهواره یاسد دارن و من، یعنی خودم، این یوتلسات رو اضافه کردم، ولی اکثر مردم یوتلسات رو ندارن و الان جدیدن یاسد دارن که اکثر ماهواره‌های ایرانی و جم و ریور و به اصطلاح بی بی سی و همه روی اون یاسد هستن. گفتم اگر دوست، به خاطر اینکه بعد تلویزیون خوبه و پر محتوای شما رو مردم بیشتر ببینن، اگر روی یاسد هم بیاین خب فرق نیست. آرزوی موفقیت براتون دارم و سال خوبی رو براتون آرزو دارم. سپاسگزارم ایمان عزیز، ممنونم. حتما ما هم جزء برنامه‌مون هست، داریم جمع و جور میکنیم هزینه های دیگر رو که بتونیم در دو ماهواره همزمان باشه. بسیار ازت ممنونم. هموطن بعدی. سلام و درود فراوان جناب دکتر نوری‌زاده گل و تمام کارمندان و کارکنان تلویزیون ایران فردا. هر کس که به هر نفعی در برپایی این تلویزیون شرکت داره، بهترین برنامه ها را اجرا می فرمایید و تفسیرهای شما بهترین تفسیرهایی است که من می شوم. می خواهم از حضورتون استدعا کنم در یک از برنامه های تفسیر سیاسیتون که آقای چلنگی دارن با شما و آقای سازگارا، در مورد اینکه چرا اوباما اینقدر به رژیم ایران وابستد و تقریبا ننتکشی میکنه. آیا چطور ممکنه که رئیس جمهور یه مملکتی که بزرگترین کشور دنیا بر دنیا تسلط داره بیاد اینطوری با این آیت الله ها اینطوری ننتکشی بکنه؟ من خیلی خوشحال میشم، همچنین خیلی از دوستان من که در این مورد صحبت میکنیم و منتظر شنیدن تفسیرهای شما خواهیم بود. موفق و پیروز و پابرجا باشید و روزتون بخیر. سپاسگزارم هموطن عزیزم، حتما این کار رو با آقای چالنگی میگم. ولی یه نکته رو بذارید من براتون بگم. مسئله خلق و خو و نوع فرهنگ آدم هاست. آقای اوباما میخواست اون فضایی رو که بعد از پرزیدنت بوش ایجاد شده بود که آمریکا اسلام ستیزه، اونو برطرف کنه. چون پدرش هم مسلمان بوده، فکر میکرد در این زمینه بخت بسیار داره. سخنرانیش در مصر در یادها هست، اما ایشون خطا کرد.
یعنی فکر کرد اگر بیاد اسلامیای کرواتی رو کمک بکنه اونا میتونن دموکراسی رو در منطقه بیارن. هزینه سنگینی آمریکا داد. در سوریه سستی ایشون باعث شد مردم این همه آسیب ببینن. خروج با عجله ایشون از عراق، عراق رو انداخت دست نوری المالکی خالق داعش. و در مورد جمهوری اسلامی هم ایشون نمیخوام بگم عاشق جمهوری اسلامی بود، ولی کسانی دورش بودن که به او قبولونده بودن بسیار خوب، حالا اینا عمامه دارن آخوندن، اما 4 سال یه بار انتخابات برگزار میکنن. آقای اوباما انگار متوجه نبود که مردم رفتن رأی دادن به آقای موسوی، آقای احمدی نژاد انتخاب شد، پس این نمیشه انتخابات. بعدم ایشون چون در همه زمینه ها شکست خورده بود در سیاست خارجی، بسیار علاقمند بود در زمینه مسئله اتمی یه دستاورد بزرگ برای کشورش و دوران ریاست جمهوریش و حزب دموکرات داشته باشه، که روزی که کاخ سفید رو ترک میکنه او رو هم مردم مثل نیکسون به یاد بیارن، که نیکسونی که روابط با چین رو از سر گرفت، مسئله ویتنام رو حل کرد، میخواست، یعنی در واقع پایه هاش رو ریخت، میخواست اون رو به یادها بیاره، مردم بگن عجب اوباما هم اومد جمهوری ولایت فقیه رو از دستیابی به سلاح هسته‌ای محروم کرد و قرار داد بس. ولی مفصل تر صحبت خواهیم کرد. چشم، بسیار ممنونم از لطفتون و سوالتون. هموطن بعدی، با سلام به تلویزیون ایران فردا، با سلام به آقای علیزاده نوری‌زاده عزیز که من مقالات شد بسیار دور میخونم و آشنا هستم، ولی دلیدن یک مقدار آقای علیزاده نوری‌زاده خیلی تنگ، آقای رفسنجان یا داره دسته و بچه هاشو بتنگ نمیزنم، نمیدونم چیه جریان گذشته آقای رفسنجانی بهشون یادشون رفته، تمام بلاهای دوستر این مملکت اومده از همین گور برمیخیزه. آقای نوری‌زاده همون جوری که خودتون میگین که گذشته رو باید جلو چشم بیاریم، مثل سال 57 عمل نکنیم که این بلا به سرمون نیاد، تمام دریان جنگ، خرید اسلحه، نفت، تمام این برنامه های رفتن این رو لطفا شما بگین که برای مردم روشن بشه، بازم بگین، بیشتر هم بگین، یا اینکه خدایی نکرده یه چیزایی هست که میگن نمیشه، لگه اینجوری نباشه، چون علاقه که به شما داره و دارم امیدوارم که هیر نباشه. ممنون، موفق باشیم، به امید روز بهتر و ایران فردای بهتر. سپاسگزارم دوست عزیز. اولا شما در این مورد بی لطفی میفرمایید. من نه از آقای رفسنجانی نه از فرزندان شیشگاه دفاع نکردم. وقتی آقای رفسنجانی یه حرفی میزنه که اون حرف حرف درستی است یا در یه جای مناسب زده شده، اگه من اون رو بازگو کردم طرفداری از آقای رفسنجانیه. مگه من آقای رفسنجانی رو نمیشناسم؟ اگه شما بعد از انقلاب ایشون رو شناختید، من از قبل از انقلاب میشناختم. ایشون 2 ماه قبل از انقلاب از زندان آزاد شده بود، با برادر همسرش آقای مرشی سردفتر که در میدان ونک محضرشون بود، با مرحوم پدر منم دوست بودن، اومدن و اصلا من اطلاعات مربوط به انقلاب رو در اون روزها از ایشون میگرفتم و ایشون بود که خبر نخست وزیری مهندس بازرگان رو به من داد و خیلی خبرهای دیگه. بنابراین خوب ایشون رو میشناسم، اهدافش رو میدونم، کارهایی که کرده میدونم. اما این نکته در نظر داشته باشید، در این جنگ مغلوبه‌ای که الان در جمهوری اسلامی در گرفته، آیا یک آلترنتیو این وسط ایستاده و ما داریم ازش رو برمیگردونیم؟ یک نیروی سومی قدرتمند اونجا هست که با یک حرکت میاد اینا رو میبلعه و میخوره، یا یک نیروی سومی در حال تشکل هست؟ چون در حال تشکل هست ما باید کاری بکنیم که فضا براش مناسب باشه. پس جنگ مغلوبه بین این دو گروه جنگیست به نفع ماست. بنابراین اگر من عرصه رو باز میکنم و دو گروه رو نشون میدم، طرفداری آقای رفسنجانی نیست. کمتر کسی به اندازه من، شاید من تقریباً 3 ماه 4 ماه
در همین برنامه پنجره رو به خانه پدری وقتی از کانال یک و روژلت پخش می شد مفصل در باب خانواده رفسنجانی صحبت کرد و در مورد خودشون و بنابراین اینها رو به پای این حرفا نزد. این نکته هم بهتون بگم، تلویزیونی در خارج درست میشه، آقا رفسنجانی پشتشه. راجع به خصوص یک تلویزیونی که بیشتر خیلی هم موفقه، بسیار هم تلویزیون خوبی است، این شایعه رو راه انداختن که بله رفسنجانی، پسر رفسنجانی پشتشه. بعد دیگه جمله به شما میگم، یک حرف بس است. آقای مهدی هاشمی فرزند ایشون آمده بودند که ایرانیانی رو پیدا بکنن متمکن و علاقمند که بیان یه رسانه‌ای درست بکنن، یعنی اون ایرانیای پولدار پولی بدن که بعد ایشون بتونن یه رسانه داشته باشن. شما با حاتم طائی روبرو نیستید، از این خبرها نیست. خانواده رفسنجانی یک ریال به غیر خودی هاشون نمیدن، خودی هاشون رو پیش خودشونه، حالا اگه به اونا بدن. بنابراین این حرفا رو نزنیم. باز دارم بهتون میگم عزیزان من، مجال به این شایعات ندین. آقا بله ما میدونیم اون تلویزیون لس آنجلس رو یه نفر از جمهوری اسلامی اومده رفته کانادا، زمین خریده، پولدار شده، داره خرجش رو میده. زمین خریده، پولدار شده، عشقی داشته، نمایشگاه اتومبیل داره، عاشق ایرانه، دلش میخواد یه کاری بکنه. شما فکر میکنید کسانی که برای این تلویزیون سرمایه گذاری کردن، یاری رسوندن و برای خودشون دردسر خریدن، هم در داخل کشور هم در بیرون، اینا آدمایی بودن که خیلی ساده بود زندگیشونو میکردن، پرایوت جتشونو داشتن، سفرشونو میکردن، سرشون درد میکرد بیان همچی سردردی رو تحمل بکنن، هر روز با قرقر من، با مسائل دیگه، با اینا روبرو میشن. عشق داره، میگه آخه من چقدر دیگه از عمرم مونده، بذار یه دریچه باز بشه، از اینجا با جهل مبارزه بشه، حقایق عنوان بشه. آخه نمیتونیم که زود اگر یه تفسیری شد، تعلیقی شد، بیان بگیم آخه دیدی اینجا یه اشاره مثبتی به خامنه ای کرد. من یه روز اومدم برای نکشتن سهیل عربی با آقای خامنه ای گفتم، آقای خامنه ای بنده با احترام از شما یاد میکنم، این جوان رو نکشید. و گذشته آقای خامنه ای به یادشون آوردم. دوست نازنینی که منو 50 ساله میشناسه، زندگی منو میدونه، میدونه قلب من چیه، قهر کرد. چرا؟ دو تا بچه مجاهد پشتن رفتن خونش از نوکرای رجوی، اون تیکه هایی که دلشون خواهد، آخو دیدی داره از خامنه‌ای دفاع میکنه. و این اسباب تأسف منه که ما با این نوع، همونجور که گفتم، با یک قوره سردی و با یک مویز گرمی. یک هموطن دیگر هم میشنویم، یک هموطن دیگر رو میشنویم لطفا. جناب آقای دکتر نوری‌زاده، با سلام لازم دیدم ضمن تشکر از زحمات شما به همکارانشون پیشا پیش عید نوروز رو تبریک عرض میکنم و براتون آرزوی سلامتی میکنم. برعکس اون خانم، اتفاقا ظاهر شما بسیار برازنده شخصیت شماست. من و خیلی از دوستانم از شیک پوشی شما لذت میبریم. انگشتر، ساعت و کراوات شما مثل خودتون زیبا هستن. سپاسگزارم. ممنونم. ایرانی از خانه پدری، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، با آرزوی اینکه روزهای فوق العاده خوبی داشته باشید در ایام نوروزی، شما رو تا هفته آینده در همین جا و همین ساعت به پروردگار عاشق می سپارم.
الو، تلویزیون فردا؟